نقش رمزهای شخصی نمونه همه چیزهای است که قابل فهم می باشد که می تواند برای ساختن یک شخص و یا نابود کردن آن کمک کند و این اصلا اهمیت خیلی بزرگ دارد و تأثیر پرقوت به جوانان است و هیچ شک و شبهه نیست که شخصی عاقل و دانا آن شخصی است که خود با خلق و رفتار نیکش نمونه دیگران باشد و راه و رویش سالم را بجوید و سبب های کامیابی و نجات را جسته باشد، پیروی آن شود و هم نشانه های آن را در خود پیدا کند. و هرچند امروز جوان مسلمان خود را اگر نمونه عبرت دیگران بگیرد، ولی با رسول الله صلی الله علیه و سلم و سپس با صحابگان کرام رضی الله عنهم برابر شده نمی تواند. از جمله آنها صحابه جلیل زید ابن ثابت رضی الله عنه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ذمه او گذاشتند که او باید لغت یهودی ها را تعلیم بگیرد. پس او با مهارت بزرگ خود این زبان را در مدت 15 روز تعلیم گرفت. و اینچنین عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما با اجتهاد و زحمت خود علم بسیار و فراوان را جمع کردند که آن را هر کسی بعد از او آمدند از نام او روایت کردند. و هم مصعب ابن عمیر رضی الله عنه را پیامبر صلی الله علیه و سلم همچو سفیر به مدینه منوره فرستادند که با قرآن آنجا را فتح کرد. و هم معاذ ابن جبل رضی الله عنه را پیامبر صلی الله علیه و سلم همچو داعی دعوت کننده به سوی اسلام به یمن فرستاده بودند. و اینچنین از جمله آنها اسامه ابن زید رضی الله عنه ما را پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون فرمانده لشکر مسلمانان برای حمله به رومی ها تعیین کرده بودند که او حتی به سن 20 نرسیده بود و به مثل این صحابگان در سن جوانی به همه خطرها تاب می آوردند، سیرها را حفظ می کردند و شب و روز در عبادت الله سبحانه و تعالی بودند و آنها بهترین نمونه و بهترین مثال برای دیگران هستند. همچنانه که الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیت 100 فرمود و سبقت کنندگان نخستین از مهاجران و انصار و آنان که به نیکوکاری به آنها پیروی کردند، الله تعالی از این جماعه خوشنود شد و آنها از وی یعنی از الله تعالی خوشنود شدند و برای آنها باغ‌های آماده ساخته است که زیر آن جویها می روند، آنها در آنجا همیشه جاویدانند. این کامیابی و فیروزی بزرگ است.